17 مای روز جهانی ارتباطات. از گذشته تا به حال، ارتباطات همواره به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم برای بشر محسوب می شده است. در گذشته های دور، دوندگان مسئولیت حمل و انتقال پیام های فرمان روایان و اشخاص مهم را بر عهده داشتند. دود، نور و پرچم نیز از دیگر اشکال برقراری ارتباط و فرستادن پیام بوده که اغلب از نقاط بلند و مرتفع و یا برج‌ها به این منظور استفاده می‌گردیده است. استفاده از کبوتران نامه‌بر و اسب‌ها نیز از دیگر روش‌های متداول برای ارسال پیام بودند. تاریخچه ایجاد ارتباط به شکل امروزی به اوایل قرن 19 با کشف الکتریسیته و خاصیت انتقال آن به صورت سیگنال و علامت برمی‌گردد که از طریق آن برای اولین بار یک پیام با سرعتی افزونتر از سرعت هر انتقال دهنده دیگری فرستاده شد. تلگراف اولین وسیله است که برای ارسال این شیوه از پیام در دنیای مخابرات استفاده شد. در 17 می 1865 میلادی اتحادیه تلگرافی بین المللی در پاریس تشکیل شد. در واقع روز جهانی ارتباطات یادآور تأسیس این اتحادیه برای پیشرفت ارتباطات است. سابقه عضویت ایران در اتحادیه تلگرافی بین المللی بیش از 100 سال است. نهاد مذکور پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل به موجب تصمیم کنفرانس عمومی نمایندگان دولت‌های عضو این اتحادیه به صورت نهاد تخصصی سازمان ملل درآمد و از آن زمان تا کنون جزو مؤسسات ویژه سازمان ملل متحد بوده است. از اواخر سال 1970 میلادی کشورهای جهان سوم از طریق این اتحادیه کوشش‌های وسیعی برای رسیدن به دو هدف مشخص در پیش گرفتند. سعی در تقسیم و توزیع عادلانه امواج رادیویی، کوشش در توزیع عادلانه کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای پخش مستقیم در سراسر جهان. اقدام مهم دیگر این اتحادیه کمک به کشورهای جهان سوم برای توسعه ارتباطات و کاربرد هرچه بیشتر آن در توسعه ملی این کشورها بوده است. بعضی از آثار مثبت آن عبارتند از تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و بین ملت‌ها در صحنه بین‌المللی، ارتقای سطح سواد، افزایش درآمد سرانه و تقویت پیوندهای اجتماعی بین جوامع که نهایتاً روند دستیابی به رفاه اقتصادی را هموار خواهد کرد. افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی میان ملل و اقوام گوناگون و از میان رفتن فواصل جغرافیایی و کمک به برقراری تفاهم، همبستگی، همگونگی و همکاری بین المللی. توانایی کمک به برقراری صلح جهانی از طریق تغییر در تصورات طرف مناقشه و ایجاد تصورات دوستانه و گسترش صلح و ثبات و امنیت. کارکرد آموزشی و دادن اطلاعات به ملت‌ها. امروز ضرورت استفاده از شبکه‌های علمی و تحقیقاتی جهانی برای بسیاری از دانش‌پژوهان در اکثر رشته‌ها قطعی و روشن است و سهولت دسترسی به خدمات اطلاعاتی جدید امکان ارتباط با سایر محققان در تجربه‌های آنها را در محیط‌های علمی و تحقیقاتی می‌افزاید. کمک به گسترش آزادی و احترام به حقوق انسانی، چرا که جوهر آزادی و عدالت خواهی بست اطلاعات و ارتباطات و تسهیل اجتماعی است.
افزایش بازدهی جامعه از طریق توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی که بار اطلاعاتی و ارزش افزوده دارند، کلیه محل‌های کار را از طریق اتوماسیون اداری به یکدیگر پیوند داده و ایجاد ارتباط بین دولت و واحدهای محلی از طریق شبکه اطلاعاتی و مخابراتی اداری را متخصص ساخته است. در واقع توسعه ارتباطات مخابراتی عامل زیربنایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود. از همین روز که امروزه میزان توسعه ملی هر کشور را با معیار توسعه ارتباطات مخابراتی در آن کشور ارزشیابی می کند. در ایران اما متاسفانه به دلیل حاکمان مستبد و استیلای بعضی کشورها در دوره‌های از تاریخ، حق بیان اندیشه و ارتباطات همواره تحت کنترل و سانسور بوده است. در حال حاضر شرایط عملاً با درامیخته شدن اندیشه اسلامی در سیاست کلی کشور بسیار دشوار شده و دولت مردان جمهوری اسلامی همواره از آگاه‌تر شدن مردم ایران در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و برقراری ارتباط با سایر نقاط دنیا هراس داشته و دارند و عملاً خواهان جامعه واپسگرا هستند. در نتیجه رسانه و ارتباطات جهانی به ویژه اینترنت همواره به عنوان ابزاری در دست ولایت فقیه و دولت مردان ایشان بوده تا به بهانه‌های مختلف برای حفظ منافع شخصی خود دسترسی شهروندان به رسانه‌ها و اینترنت جهانی را قطع کنند. در این زمینه بارها ولی فقیه رسانه و به ویژه فضای مجازی در ایران را ول و رها خوانده و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرده است. حتی ایشان خطاب به مسئولان قضایی گفته است برای برخورد اگر قانون ندارید سریع تهیه کنید. بر همین اساس مجلسیان و دولت مردان تحت امر ایشان بلافاصله طرح سیانت از فضای مجازی را ارائه و تصویب نمودند. طرحی که عملاً سانسور را بیشتر و کنترل فضای مجازی را شدیدتر کرد. نمونه این رفتار حکومت را میتوان از سالهای گذشته و در جریان اعتراضهای مقطعی معلمان، پرستاران، کارگران، اتوبوسرانی، بازنشستگان و همچنین اعتراضات بزرگ مردمی برای احقاق حقوق خود در سالهای 87، 88، 96، 98 و همچنین در خیزش مردمی زن زندگی آزادی 1401 دید. سانسور در رسانه‌ها به ویژه قطع اینترنت نه تنها موجب زیان‌های اقتصادی عمومی و خصوصی می‌شود، بلکه دولت مردان در سکوت خبری اقدام به سرکوب معترضین، اعدام‌ها، اختلاس‌ها، قراردادهای ضد مردمی و غیره نموده می‌نمایند. ما فعالین حقوق بشر با استناد به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فناوری به نفع صلح و مصلحت نوع بشر، اهداف 3، 4، 8، 10 و 17 از اهداف سند 20 یونسکو، اصل 3 بند 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سانسور و قطع دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی را محکوم کرد و تاکید می‌کنیم که برای رسیدن به دنیای آزاد و زیبا و پیشرفت در همه زمینه‌ها ضرورت دسترسی همگانی به رسانه‌های مستقل و به ویژه اینترنت آزاد ضروری می‌باشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.